خود نماینده مجلس پیاده شده یه شک زده زیر گوش من که این هم شاهد داریم هم شاهد داریم هم اون قسمت دوار دولت و قبل پلاوی دوربین هستش. سیلی قانونگذار بر صورت مجری قانون در خط ویژه. پلیس ایران میگوید با شواهد محکمه پسند از نماینده مجلس شکایت کرده. از میهمانهای برنامه امشب میپرسیم چرا واکنش ها اینقدر در جامعه گسترده بوده و اینکه چرا گزارش موارد سوء استفاده از قدرت زیاد شده. همچنین در برنامه امشب ایران سوژه رایزنی بین المللی دولت جدید آمریکا. بایدن با نخست وزیر بریتانیا گفتگو کرد و مشاور امنیتی او با همتای اسرائیلیش. وزیر خارجه فرانسه میگوید فشار حداکثری نتیجه عکس داده. توقیف دو نفتکش ایرانی و پانامایی در آبهای اندونزی. آیا دور زدن تحریم ها برای ایران دشوارتر می شود؟ و بازار گرم تقلب زیر سایه کرونا، برگزاری آنلاین امتحانات در ایران و کسانی که به جای دیگران پاسخ می‌دهند. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سیلی در تمام ایران پیچیده. سیلی نماینده شهرستان سبزوار در مجلس شورای اسلامی به صورت یک مأمور راهنمایی و رانندگی. نماینده‌ای که اتفاقا خودش مدتی قبل گفته بود آنهایی که مست قدرت شده اند یک روز خبرنگار و روزی دیگر مأمور قانون را میزنند. این نماینده علی اصغر عنابستانی ماجرا را تکذیب کرده ولی شاهدانی که در صحنه بودند تایید میکنند که چنین اتفاقی را با چشم خود دیدند. رئیس پلیس راهور تهران هم تاکید کرده که برخورد فیزیکی نماینده با سرباز پلیس مستند است. این نماینده در گذشته زبانی تند داشته، احتمالاً با پشتگرمی هسته مرکزی قدرت. حالا بحثی بر سر سوء استفاده از موقعیت و قدرت در گرفته و سیلی به مأمور قانون، آن هم از طرف کسی که در مقام قانونگذاری است. آیا این طور است؟ بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی از فرنوش امیرشاهی. خود نماینده مجلس پیاده شده یه شک زده زیر گوش من که این هم شاهد داریم هم شاهد. حامد اکبری مأمور راهنمایی رانندگی از برخورد علی اصغر عنابستانی نماینده سبزوار در مجلس با او میگوید کل همه جا رو بسته که میگه من نماینده مجلسم. مأمور راهبر مانع عبور ماشین آقای عنابستانی از خط ویژه بدون مجوز شده. میگوید راننده ماشین پیاده شده به او ناسزا گفته و او هم جواب ناسزا رو داده. چرا باید چیز شما رو بزنه؟ واسه چی باید مأمور شما رو بزنه؟ در این ویدیو بقیه راننده ها از راهبندانی که نماینده مجلس ایجاد کرده عصبانی اند. در نهایت خودروی نماینده ناچار می شود راه را باز کند. اما صدای این سیلی آنقدر بلند بود که همه جا پیچید. از شبکه‌های اجتماعی و روزنامه‌ها تا مجلس دولت به این برخورد اعتراض کردند. علی اصغر عنابستانی هر نوع درگیری فیزیکی با مأمور راهبر را رد کرده. اصرار دارد که بررسی دوربین‌ها واقعیت و بیگناهی او را ثابت خواهند کرد. اما محمد حسین حمیدی رئیس پلیس راهور تهران گفته که مستندات برخورد فیزیکی نماینده سبزوار با سرباز پلیس راهور کفایت می‌کند و گزارش ماجرا را به مراجع قضایی تحویل داده. حسین اشتری رئیس پلیس هم گفته که موضوع را تا انتها پیگیری خواهد کرد. سریعا دستور دادیم که بازرسی کل و معاونت حقوقی ما به این موضوع سریع رسیدگی بکنه. در مجلس هم هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان وارد موضوع شده بعد از دستور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس. گروهی در شبکه‌های اجتماعی از اینکه یک قانونگذار و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خود ناقض قانون است و از موقعیت سیاسیش سوء استفاده می‌کند انتقاد کردند و خواستار استعفای آقای عنابستانی شدند. بعضی هم می‌گویند این نتیجه نظارت استصوابی شورای نگهبان است. مهدی نصیری سردبیر سابق روزنامه کیهان نوشته که این سیلی میتواند پیش درآمدی بر شکل گیری دولت نظامیان باشد که قرار است با مشت آهنین مشکلات معیشتی جامعه را حل کند.
آقای عنابستانی که با حدود 80 هزار رأی به مجلس راه پیدا کرده، در انتخابات ریاست جمهوری سالهای 84 و 88 مسئول یکی از ستادهای انتخاباتی محمود احمدی نژاد بود. مواضع گاه و بیگاهش واکنش‌های زیادی در پی داشته. برای سلامت ملت ما واکسن تعارف می‌کنن. آن هم واکسن هایی که به حسب بعضی از گزارشات هم سرطان‌زاز و هم عقیم کننده. او یکی از مخالفان جدی دولت حسن روحانی و شخص رئیس جمهوری است و بعضن از واژه‌های تند و تیزی علیه او استفاده کرده، مثل این توییت که جنجالی شد یا این عکس در صفحه اصلی وبسایتش. اما این اولین بار نیست که خبر یا فیلمی از رفتار خشونت‌آمیز یکی از مقامات واکنش برانگیز می‌شود. 3 سال قبل این فرد، حمدالله کریمی، نماینده بیجار در مجلس، به یک مأمور پلیس در فرودگاه مهرآباد تهران حمله کرد و بینی او را شکست. ما فیلم درگیری لفظی محمد باسط دورازهی، نماینده سراوان، با یک کارمند اداره گمرک هم منجر به عذرخواهی وزیر اقتصاد شد. انتشار این دست اخبار گاه و بیگاه توجه ها را به سوء استفاده برخی مقامات از موقعیت سیاسیشان جلب می کند و معمولا نتیجه شکایت های قضایی از خاطیان در قدرت با اعلام رضایت شاکی بسته می شود. اما چنین صحنه‌های خشونت‌آمیزی به اشکال مختلف در لایه‌های مختلف جامعه ایران دیده می‌شود، از زد و خوردهای خیابانی گرفته تا برخورد ماموران شهرداری با دستفروش‌ها. این فیلم تخریب خانه چند زن سرپرست خانوار هم اشک‌های زیادی را درآورد، نشانی از میزان نهادینه شدن خشونت در ایران که فقط گاهی صدای آن از طریق شبکه‌های اجتماعی شنیده می‌شود. و حالا این سوال را پیش آورده که خشونت ساختاری در ایران تا کجا نفوذ کرده؟ فرنوش امیرشاهی، بی بی سی. آرمین سلیمانی، روزنامه‌نگار از تهران. و آقای سلیمانی، این موضوع خیلی واکنش برانگیز شده، در گزارش هم اشاره شد، سر و صدا زیادی کرده، چرا؟ بله، یک اتفاقی که شاهدش هستیم در این رویداد بسته سیوی نماینده مجلس، تداوم و توالی این بسته سربازی که سربازها در این حوزه هم بسته سربازی اجبار یک جایگاه تثبیت شده اجتماعی رو ندارن، به صورت اینکه جایگاه همون ما به قدردانی نمیشه، شخصیت اونها جایگاهشون مشخص نیست. کنار این مردم جامعه با فضای مواجه بودن از سال گذشته، بحث اعتراضات آبان 98، کشتاری که در این اعتراض روی داد، بحث هواپیمای اوکراینی، بحثی که با این بود، مجموع اینها شاید این مدیزه مجموع یک بغض فروخفته شامل میشه، یک اعتراض جمعی. هر کسی به صورت خودش احساس میکنه یک احساس همگیرانه جمعی در این رابطه صورت بگیره. اما در ارتباط با بحث شکل، یعنی چالشی که در این قضیه است از سالهای بسیار گذشته وجود داشته و در این حوزه شورای امن ریاست اون رو وزارت کشور و دبیر اون رو معاون امنیتی وزارت کشور بر عهده داره، در این زمینه ایرادات زیادی رو داشته. بعد متاسفانه خط ارتباطی ما با آقای سلیمانی کیفیت لازم رو نداره، سعی میکنیم که مشکل رو حل بکنیم و دوباره با آقای سلیمانی صحبت بکنیم. آرمین سلیمانی، روزنامه‌نگار از تهران. ولی اجازه بدید که بریم سراغ حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر علوم اجتماعی، که از واشنگتن با ما هستند. آقای قاضیان، آقای سلیمانی در بخشی از حرفاشون که مفهوم بود از یک بغض فرو رفته و آتش زیر خاکستر در میان مردم حرف زدن. فکر میکنید که به همین دلیل بوده که اینطور موضوع گسترده شده؟ بخشی از ماجرا قطعا مربوط به این موضوع هست، چون ما با خشمهای انباشتهی در توالی این 40 سال روبرو هستیم که هر از گاهی این خشم به خروش تبدیل میشه و گاهی اوقات هم شکل اعتراضی بیرونی میگیره، صرف نظر از کلماتی که ممکنه خروش آمیز باشه نسبت به این بیرون ریختن خشم.
در این مورد قطعا همینطوره، چون نشان دهنده یک بار دیگر از نمادهای تبعیض در جامعه ایران، اونم از جایی که اصلا انتظار نمیره و در تیتر مطلب شما هم بود که از نماینده قانون انتظار میره که دست کم قانون رو اجرا بکنه، و اگر هم اجرا نمیکنه و میخواد سرپیچی بکنه به این نحو خشونتبار و فضاحتبار، اگر بخواد قانون رو ازش سرباز بزنه، دیگه واویلاس و اوج اون تبعیض رو نشون میده. برای اینکه مردم دیدن انواع این تبعیضات رو در زمینهای اقتصادی، در زمینهای اداری، در زمینهای مختلف دیدن، و وقتی نمونه های از این میاد، همه اون خشم های گذشته دوباره به یادشون میاد، تبدیل به خروش میشه. یک بستر مادی آماده هم براش وجود داره که باید باشه از به اصطلاح رسانه های اجتماعی، و اونها میتونن این رو تشدید کنن، بازخورد بدن، این بازخورد رو برگردونن و دوباره این فرایند تشدید شونده ادامه بشه و فوق العاده صدای این سیلی وسیع تر از چیزی بشه که در صحنه ممکن مشاهده بشه. از طرفی اگر ما کلامی که بین دو طرف، ناسزاهایی که بین دو طرف رد و بدل میشه، یا دست کم یکی از روایت ها این هست رو نگاه میکنیم، گویا حرفای ناشایستی زده میشه به دلیل نبود آموزش. مربوط به همین یک مورد هم نیست، در موارد متعددی که گزارش میشه میبینیم که از یک بیان خشن، دلیلش چیه؟ گاهی وقتا از طرف ماموران قانون، گاهی وقتا از طرف کسانی که مورد سوال هستن از طرف ماموران قانون. البته در این مورد خاصی یک استثنایی وجود داره، اون سرباز با صداقت میگه که چه حرفی زدم، در حالی که نماینده مجلس انقدر دوچار زبونی هست که حاضر نیست خطایی رو که انجام داده و شواهدش موجوده به عهده بگیره. ولی اگر از این موضوع صرف نظر بکنیم، بله این درسته، ما در جامعه‌ای داریم زندگی میکنیم که در ابعاد مختلفش این خشم به شیوه های مختلفی فوران میکنه، و یکی از راه های بروز این خشم، خشم کلامی است که ممکن در عبارات خشونت‌آمیز، در عبارات ناسزاآمیز، توهین‌آمیز خودش رو جلوه‌گر بکنه. این در واقع بیانگر و فوران اون خشم است که شکل یک رفتار کلامی رو میگیره. در همه اقشار تقریبا این موضوع پخشه. ما یاد نمیگیریم که چگونه این خشم خودمون رو مدیریت کنیم، و به علاوه مجموعه هنجارهای رسمی هم کمک میکنه که ما این خشم رو به شیوه توهین‌آمیزی بیان کنیم. شما در رسانه‌های رسمی، در بالای منابر، در میان کلمات سیاستگزاران و سیاستمداران و رهبران کشور می‌بینید که با چه زبانی صحبت می‌کنند، و این زبان پر است از کلمات توهین‌آمیز، خشونت‌آمیز، با هجوم و هیجان بسیار زیاد ابراز میشه، و خب این فضا رو نرمالیزه می‌کنه و هنجارمند می‌کنه نسبت به این نوع رفتار. بنابراین شما می‌بینید که مجری تلویزیون هم اگه بد صحبت می‌کنه خیلی هوادار پیدا می‌کنه، و مثلا یک نوع خرد فرهنگ لاتی رو شما می‌بینید که پخش میشه، و خب کم کم این عادی میشه و همه فکر می‌کنن که اینجور حرف زدن با دیگران خیلی راحته و درسته و خیلی خطاآمیز نیست. ولی کسی که از بیرون نگاه می‌کنه به این ماجرا، ممکنه که احساس کنه که این زبان درستی برای روابط اجتماعی سالم نیست در یک جامعه. آقای قاضیان، الان نماینده مجلس قبول نداره البته یک طرف ماجرا رو، ولی مقام‌های پلیس تأکید دارن که چنین اتفاقی افتاده. تعدادی از مردم که شاهد صحنه بودن هم شهادت دادن. یک نماینده مجلس از خط ویژه استفاده میکنه که گویا نباید استفاده میکرده، و وقتی هم که متعرضش میشن مأمور قانون رو تأدیب میکنه. آیا نوعی از سوء استفاده از قدرت و موقعیت که این روزها در ایران خیلی دربارش میشنویم؟ ببین، دو تا واقعه یا دو تا پدیده در این واقعه که رخ داده وجود داره که شیوع فراوانی داره. یک، مسئله سوء استفاده از مقام و موقعیتی که فرد داره. دوم، انکار اتفاقی که افتاده یا دروغگویی در مورد اون. این هر دو عملاً به یک نوع هنجار دست اول دست کم در میان سیاستمداران و کسانی که قدرت رو در اختیار دارن تبدیل شده. یعنی این که شما میتونید از مقامتون سوء استفاده بکنید و این نادیده گرفته بشه. تا موقعی که شما در درون این قلعه حکومت هستید، نسبت به رأس حکومت اعلام وفاداری میکنید، اونها حتی از این کار خلاف شما هم ممکنه حمایت کنن.
اما اگر شما از این قله بیرون برید اون وقت حمایت‌ها برداشته میشه، چون دیگه وفاداری شما به درد نمیخوره. بنابراین یک رابطه درست میکنه که این رو هنجارمند میکنه، یعنی همه راحت یاد میگیرن که سوء استفاده کنن از موقعیتشون و نمونهش رو در فسادهای مختلفی که در این سالها بیان شده و عیان شده میبینید. از طرف دیگه مسئله انکاره، انکار هم به اولین اقدام مقامات تبدیل شده که وقتی یه اتفاق میفته اولین مسئلهش انکار و رد اتفاقی است که افتاده. این هر دو پدیده رو در اینجا میبینیم و این پدیده شایعی شده در نحوه حکمرانی در کشور ما در میان سیاستمداران و رهبران که همه یاد گرفتن و میدونن که تبعیت از این هنجار یا این قاعده رفتاری میتونه بهشون کمک کنه برای بقای در سیستم. وقتی که به وبسایت این نماینده مجلس مراجعه میکنیم یا وقتی که پوسترهای انتخاباتی او رو میبینیم، گویا بسیار حرف از مردم میزده، ایشون صدای مردم بودن، هنر میخواهد مثلا این رو نوشتن، یا هر کسی به مردم خدمت نکرد بیرونش میکنیم، وقت نداریم. پدیده دورویی سیاستمداران بسیار گسترده است، البته در همه کشورها دیده میشه، ولی گویا در ایران این روزها نه تنها بیشتر دربارش میشنویم، بلکه مصادیق اون هم بیشتر دیده میشه و شواهد و قرائنش هم بیشتر به چشم میاد. حقیقتش اینه که فضای ارتباطات تغییر کرده و این فضا باعث میشه که ما این دورویی رو بیشتر ببینیم، با بسامد و فراوانی بیشتری ازش باخبر بشیم. ولی این دورویی وجود داشته، یعنی در به اصطلاح ماهیت نیروهایی که بیان کننده قدرت هستند در این کشور، در شیوه حکمرانیشون، در ایدئولوژی راهنماشون، در نحوه برخوردشون با مخالفانشون، دشمنانشون، رقباشون، همه شما در همه این موارد این نوع از رفتار فریبکارانه، درویانه رو شما میبینید. چیزی نیستش که یک بار در یک جا اتفاق افتاده باشه. فقط چیزی که در این سالها اتفاق افتاده، همونطور که گفتم، به خاطر تغییر فضای ارتباطی ما بیشتر از اینها با خبر میشیم و چون ناراحتمون میکنه و انتظار نداریم، گرچه ممکنه خودمون هم دچار چنین دورویی‌هایی به لحاظ اجتماعی باشیم، ولی چون از اون مقامات، از اون فضاها انتظار نداریم، اونها رو با شدت و پررنگی بیشتری بیان میکنیم و همونطور که گفتم خاصیت رسانه‌های اجتماعی پدیده تشدید یا رزونانسه که این رو برمیگردونه، من شکل باستابی پیدا میکنه، من خودم رو در بیان و تولید این اتفاق سهیم میبینم و بعد تشویق میشم برای ادامه این کار و این مجموعاً مسئله رو خیلی درشت نشون میده و به چشم ما میاره، در حالی که قبلا هم وجود داشته ولی شاید به چشم ما نمیامد. آقای سلیمانی به بغض فروخورده اشاره کردن، گفتگو رو با این شروع کردیم، شما هم به بحث رزونانس و باستاب پرداختید. وقتی ویدیو رو نگاه میکنیم، جمعیتی که در اطراف خودروی نماینده مجلس هستند گویا بسیار همدل هستند با این سرباز، حتی لگد میزنن به ماشین این خودرو. این جلوه ای از اعتراض، این جلوه ای از اون در حقیقت خشمی است که اشاره شد و احتمال داره که مثلا در جای دیگه بروز بکنه، بیرون بزنه و مثل گذشته ما یک ده دیگه داشته باشیم، یک آبان دیگه داشته باشیم. ببینید، در هر جامعه برام ما میدونیم نارضایتی وجود داره. اگر جامعه مکانیزم‌ها و سازوکارهای پیش بینی کرده باشه برای اینکه نارضایتی‌ها ابراز بشه، خب این مشکل حل میشه و چندان مسئله ایجاد نمیکنه. اما اگر راهی برای بیان نارضایتی نباشه، این تبدیل به خشم میشه و این خشم موقعی که مجال پیدا بکنه به شکل خروش و اعتراض سرباز میکنه. گاهی اوقات ممکنه در این خشم رفتاری نشون داده بشه که در اینجا میبینیم که در واقع اون نماینده کل حاکمیتی است که مردم ازش ناراضی هستن، همه تبعیض‌هاش رو دیدن و اون رو در واقع به عنوان نماینده اون وضعیتی که دوچارش هستن مورد حمله قرار میدن. گاهی اوقات هم انقدر این فضا خشم‌آگین میشه و فرصت هم براش فراهم میشه که ممکنه به یک اعتراض خیابانی تبدیل بشه، کمان که در آبان دیدیم، در دی دیدیم و هر لحظه هم دوباره ممکنه چنین خشمی در یه فرصت دیگه فوران کنه. این مورد رو در کشورهای دیگه هم دیدیم که یک موردی که به نظر عادی میاد، مثلا خودسوزی یک دستفروش، چطور ممکنه به اصطلاح جرقه های یک انقلاب را حتی پدید بیاره و تبدیلش کنه به یک خروش همگانی یا نسبتاً همگانی که کل کشور و فضای اجتماعیش رو در بنورده و فضای سیاسی آینده رو تغییر بده، حالا چه خوب چه بد. ممنونم از حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر علوم اجتماعی در واشنگتن.
همکاری آمریکا و بریتانیا برای حل مسئله ایران یکی از موضوع‌های گفتگوی تلفنی رئیس جمهوری جدید آمریکا با نخست وزیر بریتانیا بود. این بخشی از رایزنی جو بایدن با رهبران کشورهای متحده آمریکا است که تشدید فعالیت هسته ایران در ماه‌های اخیر به آن فوریت بیشتری داده. وزیران خارجه اتحادیه اروپا هم قرار است چگونگی این همکاری را فردا در بروکسل بررسی کنند. همین امروز وزیر خارجه فرانسه هم از اینکه فشار حداکثری دونالد ترامپ نتیجه عکس داده ابراز نگرانی کرد. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. تصاویر تازه‌ترین تونل سازی‌ها زیر کوه‌ها در ایران که تحلیلگران امنیتی غرب را به خودش مشغول کرده. در اشتهارد در نزدیکی کرج در 90 کیلومتری غرب تهران. این تحلیلگران می‌گویند نمی‌دانند این تونل‌ها برای چه ساخته شده. تشدید فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی ایران یکی از دردسرهای بزرگ دولت جدید آمریکا است و همپیمانانش در اروپا و در منطقه. رئیس جمهوری جدید آمریکا حالا رایزنی‌هایش را با رهبران کشورهای همپیمان آمریکا شروع کرده است. در یکی از اولین این رایزنی‌ها گفتگوی تلفنی دیشب با بوریس جانسون. ایران، روسیه و چین در صدر دستور کار سیاست خارجی رئیس جمهوری آمریکا است. دولت او می‌خواهد با مشورت و با کوششی مشترک با کشورهای اروپایی و همپیمانان منطقه‌ای آمریکا راهی برای مشکل هسته‌ای، موشکی و فعالیت‌های ایران در منطقه پیدا کند. اطرافیان رئیس جمهوری آمریکا و خود آقای بایدن تجربه زیادی درباره ایران دارند و طرف ایرانی خودشون رو خوب می‌شناسند. هر دو طرف گفتن یه توافق جدید از طریق زنده کردن توافق قبلی ممکنه و تعهد به این که در مورد نگرانی‌های دو طرف در مرحله دوم مذاکره بشه. رئیس جمهوری آمریکا کسانی را در رأس امور مسائل خارجی گذاشته که عمیقاً با ایران آشنا هستند. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه، از معماران توافق هسته‌ای بود. وندی شرمن، معاون وزیر خارجه، رئیس سابق تیم مذاکره کننده آمریکا در مذاکرات هسته‌ای. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، یکی از مذاکره کنندگان در مذاکرات محرمانه با ایران در عمان. ویلیام برنز، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، از مذاکره کنندگان در مذاکرات علنی و مخفی با ایران در سالهای گذشته. ژنرال لوید آستین، وزیر دفاع، رئیس پیشین ستاد مرکزی نیروهای مسلح آمریکا، سنتکام. رابرت مالی، مذاکره کننده در مذاکرات هسته‌ای با ایران که از او به عنوان مسئول احتمالی مدیر میز ایران در وزارت خارجه نام برده می شود. و بالاخره جان کری که مسئول ویژه سیاست‌های آمریکا در سیاست‌های مربوط به تغییرات اقلیمی است و از مشاوران نزدیک رئیس جمهوری آمریکا در امور ایران. وزیر خارجه جدید آمریکا هفته گذشته در کمیته در سنای آمریکا گفت دولت جدید آمریکا می‌خواهد در صورت برگشتن ایران به توافق هسته‌ای به این توافق برگردد. اگرچه می‌خواهد از این توافق به عنوان سکویی برای همکاری با کشورهای دیگر استفاده کند برای حل مسئله موشکی ایران و فعالیت‌های نظامیش در منطقه. سیاست خارجی ما هزینه داره آقای وزیر. بله، همین در تهران که امیدها به برداشته شدن تحریم‌ها افزایش پیدا کرده، وزیر خارجه ایران دیروز از امکان همکاری ایران و آمریکا سخن به میان آورد. درباره بعضی از مسائل مشخص و جداگانه ما باید با آمریکا تصویر نهایی روابطمون رو مشخص کنیم. یعنی با آمریکا بگیم ما در موضوع اسرائیل با شما همکاری نخواهیم کرد و با شما اختلاف خواهیم داشت. در موضوع مثلا سلطه‌گری با شما همراهی نخواهیم کرد. اما ما مشکلی نداریم که در موضوع نفت با شما همکاری کنیم. مشکلی نداریم که در امنیت خلیج فارس تأمین بشه، ضمن اینکه معتقدیم شما نباید اینجا باشید. وزیران خارجه اتحادیه اروپا حالا قرار است که فردا چگونگی همکاری با آمریکا را درباره ایران بررسی کنند. گزارش شده است که یکی از موضوعهای مورد بحث چگونگی دخالت دادن کشورهای منطقه است در پیدا کردن هر نوع راه حلی. کشورهای نظیر عربستان و اسرائیل، دو کشوری که از این کوشش تازه استقبال کردند. این وزیر خارجه عربستان دیروز در مصاحبه‌ای با تلویزیون العربیه
که میگوید ایران باید رویکردش رو به کلی عوض کند و به تعالی و ترقی مردم خودش فکر کند، نه دخالت در کشورهای دیگر. Saudi Arabia and Israel are really looking at another target, namely weakening Iran to the maximum by عربستان و اسرائیل هدف دیگه ای دارن، تضعیف حد اکثری ایران از طریق ادامه تحریم های کاملا غیرقانونی، ناعادلانه و یک جانبه آمریکا. اونا میگن اگه این تحریم ها قرار برداشته بشه، اون موقع ایران باید هزینه ای بپردازه که در راستای منافع اونها باشه. اسرائیل هم که به تلافی ایران سرگرم تقویت توان موشکیش است، حالا بعد از مکالمه تلفنی مشاور امنیتی کاخ سفید و همتای اسرائیلیش قرار است هیئتی را به واشنگتن بفرستد. اسرائیل نگران است که بعضی از تماس‌هایی که گزارش شده بین آمریکا و ایران از هم اکنون شروع شده به توافقی بینجامد که منافع اسرائیل را در نظر نداشته باشد. کسرانجی، بی بی سی. ریچارد دالتون سفیر پیشین بریتانیا در ایران و لیبی از یورک بریتانیا همین الان با ما هستند. آقای دالتون، وزیر خارجه فرانسه گفته که فشار حداکثری نتیجه عکس داده، از طرفی هم حرف و حدیث هایی در مورد گفتگو شنیده میشه. آیا اینها تلاش هایی برای شروع گفتگوست؟ آیا طرف ها مواضع خودشون رو محکم میکنند به خاطر اینکه در موقعیتی بهتری باشند در آغاز گفتگوها؟ من فکر میکنم این یک شروع خیلی تندی است، ولی اختلافاتی است که باید حل بشه، ولی هنوز توافقی حاصل نشده و من فکر کنم که یه ذره وقت خواهد برد و فکر نمی کنم که خیلی گشایش خیلی سریع حاصل بشه در گفتگوها برای ایرانی ها. ولی خب به هر حال شروع بدی نیست که دو طرف تمایل دارند که با هوشمندی با هم صحبت کنند. ما می دونیم که ایران در حال گسترش برنامه اتمیش بوده، خصوصا در ماهای اخیر. از اون طرف هم تحریم ها بسیار بسیار شدید شده. اگر گفتگوی شروع بشه، به نظر شما کدوم طرف دست بالا رو داره؟ غرب، مشخصا آمریکا، یا اینکه ایران؟ کدوم الان دست بالا رو ندارن؟ اون چیزی که ما باید به یاد داشته باشیم این هست که نه ایران و نه آمریکا و شرکاش روسیه و چین و اروپایی ها و کشورهای منطقه مثل اسرائیل و عربستان که نگران برنامه هسته‌ای را هستن، هیچ کدوم راه حل بهتری را ندارن برای مشکلاتی که باش مواجه هستن، راه حلی بجز از سرگیری همکاری بر اساس برجام اونجوری که در سازمان ملل هم پیش بینی شده بود. این مذاکرات هست که چند مرحله خواهد داشت. مرحله اولش خواهد بود که ایران و آمریکا هر دو به تعهدات کاملشون بر طبق برجام عمل بکنند. این مرحله اول هست. و مراحل بعدی؟ عبارت است از همونطور که آمریکا و کشورهای دیگه در بیانیه‌هاشون گفتن، مذاکراتی ادامه دار جدا از مسئله هسته‌ای. اون مثلا چیزایی هستن که متحدان منطقه ای آمریکا میخوان راجبش حرف بزنن، کشور عرب حوزه خلیج فارس که در جنوب ایران هستن، و ایران هم از طرف دیگه غرامت میخواد برای اینکه تحریم هایی که آمریکا اعمال کرد بهش خیلی هزینه وارد کرد، بنابراین که آمریکا از برجام خارج شد. این دو مسئله که کشور عربی نگران هستن و مسئله غرامت طرف ایران، مرحله بعدی مذاکره خواهد بود. مرحله اول مذاکره اما طول خواهد بکشه، برای اینکه آمریکا باید مشورت بکنه با متحدان خودش و ایران و آمریکا هم امیدوار هستن که چجوری میتونن که این مذاکرات از سر بگیرن، مخصوصا که ایران نگران هست که
آمریکا چگونه، ایران چگونه میتونه اطمینان حاصل بکنه که آمریکا دوباره از برجام خارج نشه و آمریکا نگران هستش که ایران بعضی از اون مسائلی که در برجام بر سرش توافق شد، مثل مثلا پایان زمانی که ایران میتونه در اونجا ظرفیت تولید سلاح هسته‌ای برسه، یه ذره به تعویق بیفته. کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس نگران هستند، گفته میشه که تمایل دارند در گفتگوها سهیم باشند. به چه شکل؟ معلوم هست که خواسته اونها چیه؟ روشن نیست اونها دقیقا چی میخوان. مثلا اونها، این کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، میخواستن که فشار حد اکثری بر ایران ادامه پیدا بکنه، برای اینکه ایران تو بعضی از کشورهای عرب به یه نحوی از آنها درگیر هستش. اونها میخواستن که تحریم ها علیه ایران ادامه پیدا بکنه و الان هم روشن نیست که تا چه حد میخوان مخالفت خودشون رو با سرگیری مذاکرات درباره برجام ادامه بدن و چقدر بخوان برای مخالفت خودشون تأکید بکنند. در این حال یکی دو تا نشانه های امیدوار کننده هم وجود داره که بر اساس اون خیلی از کشورهای عربی مایل هستن که مستقیما با ایران وارد مذاکره بشن و بعضی مسائل خودشون رو حل بکنند. و من امیدوار هستم که کشورهای اروپایی، روسیه، چین و آمریکا، اونها هم کمک بکنند که چنین مذاکره‌ای بگیر کشورهای عربی و ایران بر سر همکاری‌های امنیتی و منطقه‌ای در یک محفلی، در یک میزگردی مورد بحث قرار بگیره که بتونن به یه سری توافق‌های بنیادی برسن ایران و کشورهای دیگه منطقه. ممنونم از ریچارد دالتون، سفیر سابق بریتانیا در تهران. مقام های اندونزی از توقیف دو کشتی نفتکش ایرانی و پانامایی خبر دادند که به گفته آنها در حال انتقال غیرقانونی نفت بودند. سخنگوی آژانس امنیت دریایی اندونزی گفته که این دو نفتکش مرتکب تخلفات متعددی شدند، از جمله تلاش برای مخفی کردن هویت و خاموش کردن سیگنال ها برای انتقال کشتی به کشتی نفت. آبهای شرق آسیا همواره از مسیرهایی بوده که ایران برای انتقال و فروش نفتش به کشورهای آسیایی از جمله چین از آنها بهره برده. گفته شده که ایران برای دور زدن تحریم ها گاهی نفت خود را با نام نفت اندونزی یا مالزی فروخته است. سارا وخشوری، کارشناس نفت و مدیر مؤسسه بین المللی انرژی SVB از واشنگتن با ما هستن. خانم وخشوری، ظرف یکی دو روز گذشته ما خبرهایی داشتیم مبنی بر اینکه افزایش پیدا کرده صادرات نفت ایران. آقای زنگنه این رو گفت، الان هم این تانکر البته توقیف شده. آیا نفت ایران به همین شکل فروش میرفته؟ بله، از زمانی که تحریم ها علیه ایران اعمال شد و فشار حد اکثری، به دلیل اینکه کشورها اجازه ندارن که به صورت رسمی نفت ایران رو وارد کنن، بنابراین کشتی های ایران نمیتونن به صورت رسمی وارد بنادر شن و نفتی رو تخلیه کنن برای این بنادر. بنابراین به این شکل که کشتی ها توی آب محموله ها رو به یک کشتی دیگه و حالا ممکنه چند دست بچرخه و در نهایت به اون بنادر برسه، به این روش صادرات رو انجام میدن. حالا که مثلا این کشتی رو توقیف کردن، میشه گفت که دست ایران رو خوندن و احتمال داره که از این به بعد این روش سخت‌تر بشه برای ایران؟ این روش مشخص بوده، یعنی یک چیز جدیدی نیست، کشف جدیدی نیست و تمام تانکرها و نفتکش‌های ایران حتی با اینکه دستگاه رادیویشون رو خاموش می‌کنن، با این حال از طریق عکس‌های تصاویر ماهواره‌ای رادیویی میشن. بنابراین اینکه این کشتی تازه توقیف شده به این دلیل نیست که این دست ایران رو تازه خوندن. این یک روشی هست که فقط مختص به ایران نیست و همه میدونن که ایران به چه شکلی نفتش رو صادر میکنه. نیروی دریایی اندونزی این کشتی رو توقیف کرده و یک کشتی دیگر رو، آیا این اونها در آبهای آزاد بین المللی میتونند نفتشون رو منتقل بکنند از نظر قانونی منعی داره؟
در آب‌های بین‌المللی مسلماً این عملیات راحت‌تر انجام میشه تا زمانی که به بندر و یا آب‌های یک کشور وارد میشه اون کشتی و اون کشورها میتونن کنترل بیشتری رو روی اعمال مقررات داشته باشن. یه نکته که در مورد مالزی وجود داره اینه که مدت زیادی هست که نفتی که چین از ایران می‌خره از طریق مالزی وارد چین میشه، یعنی چین به صورت رسمی یک مقدار نفتی رو که از ایران فرض کنیم طلب داشته به دلیل سرمایه‌گذاری هایی که حالا تو ایران داشته از ایران به صورت رسمی برداشت میکنه و مقدار دیگه از این نفت به مالزی میره، در انبارها اونجا انبار میشه و بعد از اونجا به چین یا کشورهای دیگه تو خاور دور دوباره صادر میشه. این نکته هست که تقریبا چندین ماه هست که حالا شما میگین دستشون خونده شده، دست ایران خونده شده، که این بازار متوجه شده که صادرات مالزی و اندونزی به چین افزایش پیدا کرده بدون اینکه تولید این کشورها یا ورودی این نفت به این کشورها بیشتر بشه. بنابراین وقتی که دنبال کردن متوجه شدن که این نفت ایران هست که وارد این کشورها مالزی و اندونزی میشه و از اونجا دوباره به چین صادر میشه. بنابراین این نکته که نقش مالزی در صادرات مجدد نفت ایران چی هست، این چند وقتی هست که بله به دلیل رشد افزایش صادرات مخصوصا مالزی به چین چند ماهی هست که در بازار مشخص شده. خانم وقشوری، در آغاز گفتگو هم من اشاره کردم به ادعای ایران که گویا فروش نفتش بیشتر شده. میدونیم که دولت در آمریکا عوض شده. آیا میشه گفت که نظارت کمتری برای اعمال تحریم‌ها داره انجام میشه؟ خب دولت آقای بایدن هنوز به تازگی وارد کاخ سفید شده و ما هنوز نمیتونیم نظر قاطع بدیم که این نظارت چقدر مثل دولت قبل آقای ترامپ جدی هست. ولی بله، صادرات و صادرات ایران از ماه نوامبر که تقریبا میشه گفت نتیجه انتخابات آمریکا مشخص شد بیشتر شده. بیشتر از این به این دلیل هست که هم ایران هم مشتریان ایرانی نفت ایران انتظار دارن که نظارت آسونتری و سختی‌های گذشته وجود نداشته باشه. بنابراین اونها بر اساس این انتظار خودشون هست که حالا خریداران بیشتری نفت ایران رو خریدن و ایران صادراتش رو افزایش داده. ولی هنوز نمیتونیم نظر قاطعی بدیم که آقای بایدن به چه شکلی نظارت خواهد کرد. چیزی که مشخصه اینه که آقای بایدن دولتش تلاش خواهد کرد که حداقل تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری ایران یک سری اقداماتی رو فراهم بکنن برای مذاکره و برای ایران یه مقدار تحریم ها رو آسان تر بگیرن که به مذاکرات کمک کنه و همینطور به تیم کنونی مذاکره کننده ایران که رابطه بهتری داشتن در زمان اوباما با این دولت. بنابراین ممکن هست که این سختی ها کمتر باشه، ولی تا امروز هنوز ما نمیدونیم که چه شیوهی رو آقای بایدن پیش خواهد برد و تمامی این افزایش های خرید از ایران و فروش ایران بر اساس انتظارات خود اونها هست از نوع برخورد دولت آقای بایدن. اگه خیلی کوتاه بگید ممنون میشم. آیا اومدن آقای بایدن بر روی بازارهای نفت این تأثیر رو گذاشته که ممکن محدودیت ها کمتر بشه و بعد نفت ایران وارد بازار بشه، یا هنوز خیلی زود است پیش از موعده؟ بله، بازار این انتظار رو داره که تا نفت خام ایران صادراتش به مرور از آخر سه ماهه اول سال افزایش پیدا بکنه و حتی انتظار هست که تا آخر امسال بتونه به حدود قبل از تحریم‌های آقای ترامپ برگرده اگر که مذاکراتی شکل بگیره. اما تأثیرش فعلا روی قیمت‌ها زیاد نبوده. یه دو نکته بسیار مهمی در کنار افزایش صادرات نفت ایران که روی قیمت‌ها تأثیر می‌گذاره این هست که دولت انتظار داره دولت آقای بایدن کمک‌های مالی بیشتری به خاطر کرونا به مردم بکنه. این موجب افزایش تقاضا برای قیمت‌ها و افزایش قیمت‌ها میشه و همینطور قوانین سختگیرانه آقای بایدن علیه تولید کنندگان شل آمریکا، اینها ممکنه که موجب کاهش تولید شل بشه که به افزایش قیمت کمک می‌کنه. بنابراین ممکن هست که کمک‌های مالی آقای بایدن به مردم که موجب افزایش تقاضای نفت میشه و همینطور
قوانین سختگیرانه علیه نفت شل و تولید اون در این مقدار افزایش تولید ایران رو یک جور خونسا بکنه، ولی هنوز مشخص نیست و بازار منتظر اوپک مخصوصا رویهش رو برای امسال تغییر داده. ماهانه جلسه میذاره، ماهانه بازار رو بررسی میکنه و اعلام آمادگی کرده که به صورت ماهانه هر رویدادی رو از حالا ممکنه بخشش یکی از اون رویدادها افزایش صادرات ایران باشه رو بررسی کنه تا بازار تعادلش به هم نخوره. ولی بله، بازار منتظر ورود نفت خام ایران هست. سپاسگزارم از سارا وخشوری، کارشناس نفت، گاز و انرژی در واشنگتن. رئیس دانشگاه تهران از افزایش تقلب، کپیکاری و رو آوردن دانشجویان به خدمات شرکت‌ها برای امتحانات خبر داده. اما تنها دانشگاه تهران نیست، برگزاری آنلاین امتحانات مدارس و دانشگاه‌ها در ایران باعث ایجاد بازاری برای تقلب شده. این بازار خریداران و فروشنده‌های زیاد و نرخ‌های مختلف داره، از آگهی 20,000 تومانی دبیرستان تا 2 میلیون تومانی دانشگاه صنعتی شریف. در یک گزارش دیجیتال از تیم شبکه‌های اجتماعی نگاهی کردیم به بازار تقلب. 20,000 تومان قبل امتحان و 10,000 تومان وسط امتحان میگیرم. تضمین کنم که نمرش زیر 18 نیاد. تا حالا به جای 7 نفر امتحان دادم و راضی بودن. در امتحانم اگه سوالی تکی بخواد، سوالی 3,000 تومان جواب میدم. مدرک آیلتس زبان دارم. خیالتون راحت باشه. هزینه امتحان زبان 20,000 تومنه با تضمین نمره 19 به بالا. پارسال مدیر مدرسه برگه امتحان پسرش رو به من داد تا براش جواب‌هاشو بنویسم و بفرستم. انگار تقلب دانش آموزان یک راز عمومیه که همه میدونیم، اما چشم میپوشیم چون راه دیگه ای نداریم. زیرساختی فراهم نیست و انگیزه ای نیست. از برگه ها مشخص دانش آموزان جمع میشن خونه همدیگه و امتحان میدن. برگه ها سراسر تقلبه. حتی اشتباهاشون هم شبیه همه. برای یه آزمون 10 نفر نوشتن 2 ضرب در 3 60 میشه. اگر پاسی بخوای 200، اگه 18 به بالا بخوای 2 میلیون. البته باید جزا رو قبلش ببینم. این اواخر برای 4 تا امتحان در مجموع 100,000 تومان پول دادم. تعداد زیادی از دانشجوهایی که اون امتحانو دارن رو هم پول میگذارن و به کسی میدن که به جاشون امتحان بده. حدوداً 200 تومان برای هر امتحان. یه نفر سوالا رو برای امتحان دهنده میفرسته، بقیه هم با یه کمی تغییر کپیش میکنن. حالت عرضه و تقاضا داره. برای درسای مثل فیزیک و ریاضی عمومی کسایی که امتحان میدن خب زیادترن، قیمتش هم ارزونتره. درسای تخصصی گرونتره. اگه هم برات مهم باشه باید با آدمای خفنتر هماهنگ کنی، مثلا دانشجوهای دکترا که خب برات بیشتر آب میخوره. یه موردی بود که بعد امتحان استاد زنگ زده به تک تک دانشجوها و بعد سوالا رو شفاهی ازشون پرسیده و اونایی که تقلب کردن رو بیچاره کرد. Thank you.
بهمن شهری پژوهشگر حوزه آموزش در دانشگاه اوهایو با ما هستند. آقای شهری، یک واقعیت جدید گویا که به دلیل کرونا در خیلی از جاهای دیگه هم دیده میشه، جامعه آموزشی رو چقدر دچار مشکل میکنه؟ سلام علیکم کام خدمت شما، متشکرم که منو به مصاحبه دعوت کردید و با تمام کسانی که در این دوران همگیری عزیز را دست دارن ابراز همدردی میکنم. در پاسخ به پرسش شما بذارید ابتدا اشاره بکنم که وقتی ما از آموزش صحبت میکنیم از سه رکن اصلی در آموزش صحبت میکنیم: منبع درس، یعنی آن چیزی که آموزش داده میشه، فرایند انتقال یا همون تدریس که چگونه آموزش داده میشه، و سنجش، یعنی نحوه ارزیابی اون منابع درسی. رویکردی که به سنجش وجود داره و رویکردی که به آموزش و منابع درسی وجود داره در دوران کرونا دچار سوالات جدی شد و در حقیقت تمامی پژوهشگران آموزش و سازمان آموزشی در تمام دنیا دچار بحران‌های جدی شدن. اما اگر یک نکته اثبات شد، اون این بود که مؤسسات و جاهایی که رویکردهای نوین آموزشی رو مد نظر قرار دادن موفق‌تر بودن. در مورد سنجش به ویژه، وقتی در مورد امتحان صحبت می‌کنیم، باید بدونیم که سنجش اساساً قرار هدف‌های متفاوتی رو پیگیری بکنه. دو هدف عمده در مورد سنجش وجود داره در مورد امتحان گرفتن: سنجش آیا برای ارزیابی انجام میشه یا سنجش برای یادگیری؟ آیا ما میخواهیم از دل امتحانات به دانش دانش آموز و دانشجو چیزی اضافه بکنیم، یا آیا فقط میخواهیم اون رو ارزیابی بکنیم؟ وقتی در مورد یادگیری صحبت میکنیم، این سنجش مکملی میشه در کنار منابع درسی و در کنار تدریس تا دانش دانش آموز رو در حقیقت افزایش پیدا بکنه. اما وقتی سنجش فقط برای ارزیابی میشه، احتمالاً اون در مواقعی به کار برده میشون امتحان رو که قرار هست از یک مرحله به مرحله بعد دانشجو بده، از راهنمایی بره دبیرستان، از دبیرستان بره دانشگاه. متأسفانه مشکل بسیار اساسی که در ایران وجود داره و این ریشه تقلب و این ریشه مسائلی که در گزارش شما وجود داشت، نحوه رویکرد به سنجش هست که امتحان رو فقط به مثابه یک ارزیابی در نظر میگیره، و وقتی سنجش ارزیابی شد، یک نقطه وجود داره و در همون نقطه قرار هست امتحان گرفته بشه و در یک بازه زمانی، در حالی که وقتی ما سنجش رو به عنوان تلفیقی از ارزیابی و یادگیری در نظر بگیریم، این در یک بازه زمانی از ابتدای ترم تا انتهای ترم به صورت پروژه‌های مرحله‌ای، مصاحبه، گفتگو، به ویژه اینکه امکانات آنلاین بسیار بسیار امکانات جدیدتری رو در اختیار قرار داده تا بتونیم در اون زمینه انجام بدیم. در چه ریشه این مشکل برمیگرده به رویکردی که نسبت به سنجش وجود داره. خیلی وقتمون کمه، راه حل چیه در این طور شرایط؟ راه حل ساده هست. راه حل این هست که ما بیایم و رویکردمون رو نسبت به امتحان در نظر عوض بکنیم و به جای اینکه امتحان رو به صورت یک بازه یک در یک بازه نگاه کنیم، رو به صورت یک پروژه مرحله مرحله و دانشجو رو به عنوان کسی که داره در یک بازه زمانی قرار هست منابع درسی رو آموزش فرا بگیره، اون رو در نظر بگیریم. رویکرد دیگه این هست که راه حل دیگه این هست که ببینیم رویکردهای جدید نسبت به سنجش، به ویژه در دوران پسا کووید و پسا همگیری، چه مؤسسات بزرگ چه کاری رو انجام دادن. الان امکانات آنلاین فراوان، مصاحبه های گروهی، پروژه های مرحله به مرحله، پروژه های گروهی. سنجش باید در دانشجو انگیزه وجود بیاره، اما متاسفانه در جایی که کنکور و یک چهار ساعت قرار نتایج سرنوشت میلیون ها انسان رو تغییر بده و همچنان همون رویکرد سنتی نسبت به سنجش وجود داره و رویکرد ایدئولوژیک نسبت به امتحان وجود داره، بعید میدونم بشه به این راحتی راه حلی رو ارائه کرد، مگر اینکه تغییر در دیدگاه ها و سیاست گذاری های نسبت به سنجش و آموزش به وجود بیاد در حوزه آموزش و آموزش عالی. بسیار ممنونم از بهمن شهری، پژوهشگر حوزه آموزش در دانشگاه اوهایو. وزیر بهداشت ایران اعلام کرده که اولین محموله واکسن‌های خارجی کرونا به زودی وارد می‌شود. سعید نمکی با اشاره به دستور آیت الله خامنه‌ای برای ممنوعیت استفاده از واکسن آمریکایی و بریتانیایی گفته که واکسن‌ها از منابع دیگری تأمین خواهد شد. این در حالی است که بعد از کاهش نسبی آمار تلفات ناشی از کرونا در ایران، مسئولان از گسترش تدریجی این بیماری در بعضی از مناطق ابراز نگرانی کردند. پرهام قبادی گزارش می‌دهد. چشمانداز شروع واکسیناسیون در ایران با واکسن‌های وارداتی تا نتیجه تلاش‌های مشترک ایران و کوبا برای ساخت واکسن کرونا مشخص شود. وزیر بهداشت ایران گفته اولین محموله به زودی وارد می‌شود. علاوه بر واکسن کوواکس که با حمایت آقای رئیس جمهور ما منابعش رو هم تأمین کردیم و پرداخت کردیم و انشالله امیدواریم تا قبل از 22 بهمن به عنوان یک مژده
گروه های آسیب پذیر رو شروع کنیم به تلقیح واکسن وارداتی. کوواکس صندوق جهانی برای دسترسی کشورها به واکسن کووید 19 است. واکسن هایی ساخت کشورهای مختلف. با وارداتش از منابع مطمئن شروع کنیم. وزیر بهداشت میگوید که واکسن ها از منابع مطمئن وارد خواهند شد. ولی نگفته از کدام کشورها. میخوان واکسن رو. آیت الله خامنه ای اخیراً واردات واکسن از آمریکا و بریتانیا را ممنوع اعلام کرد. تصمیمی که اعتراض های داخلی و بین المللی گسترده ای در پی داشت. که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. اما حالا وزیر بهداشت میگوید واکسن وارد خواهد شد. اما واکسن های غیر انگلیسی و آمریکایی. داشتیم مقام معظم رهبری هم هرگز در این که ما واکسیناسیون رو با واکسن وارداتی قبل از رسیدن واکسن تولید داخل انجام بدیم هرگز من ای رو قائل نشدن. ایشون فقط در رابطه با بعضی از کشورهای هدف توصیه فرمودن که اون هم از قبل مد نظر و توجه بود. بر اساس ارزیابی وزارت بهداشت، ایران در حال حاضر دیگر شهر قرمز ندارد و وضعیت شیوع کرونا در هیچ استانی بحرانی نیست. اما مسئولان نگرانند که رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی و خطر ورود انواع جهش یافته ویروس کرونا ورق را برگرداند. سخنگوی ستاد مبارزه با کرونا هشدار داده که میزان بستری و شیوع در برخی استان‌ها رو به افزایش است. زنگ خطر برای کشوری که آمار تلفات ناشی از کووید تازه دو رقمی شده. ولی بعضی از استان‌های ما از جمله تهران با یه شیب ملایمی داره میاد رو به بالا. این باید خیلی جدی گرفته بشه و کنترلش کرد. یه جایی مثل تهران، خراسان جنوبی، یه جایی مثل همدان، اینا جایی هست که بالاخره حتما باید اصفهان، فارس، کرمان، یزد، هرمزگان. احتمال اینکه کودکان به دلیل ابتلا به کرونا حالشان وخیم شود کم است. اما فرمانده مبارزه با کرونا در تهران میگوید میزان ابتلای کودکان به ویروس بیشتر شده. در بازتوزی سنی اون چیزی که از ابتدای دیما جلب توجه میکنه و تقریبا در تا پایان آذر ما چنین الگویی رو ما در تهران به حدت کمتری میدیدیم، افزایش تدریجی میزان بخشی است که متعلق به گروه سنی 5 تا 17 سال هست. مسئولان میگویند کادر درمان زیر فشارند و از آنها به خاطر تلاش‌هایشان سپاسگزارند. اما پرستاران بیمارستان میلاد تهران معترضند. آنها خواستار افزایش دستمزد، پرداخت حق فوق‌العاده کرونا و پاداش‌های معوقه‌شان هستند. نارضایتی مبارزان خط مقدم کرونا. پرهام قبادی، بی بی سی. 7 ماه از تولد نوزادی در شهر اردبیل می‌گذرد، اما والدین او هنوز موفق نشدند با نامی که انتخاب کردند براش شناسنامه بگیرند. سجاد جولانی پدر این نوزاد در یک ویدیو که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده گفته نام آیل را انتخاب کرده به معنای آگاهی و بیداری، اما اداره ثبت احوال به او گفته که نمی‌تواند با این نام شناسنامه بگیرد و هم قبول نکرده که اسم دیگری روی دخترش بگذارد. این تنها موردی نیست که پدرها و مادرها در ایران نمیتوانند اسمی رو که دوست دارن روی فرزندانشون بگذارن. از شما خواسته بودیم تجربه های خودتون رو برای ما بفرستید. چند نمونه رو با هم بشنویم. سلام، من فرزندم 2 ماهه به دنیا اومده. قبل از اینکه به دنیا بیاد برای اسمش رفتم توی سایت ثبت احوال چک کردم و دیدم اسمی که ما انتخاب کردیم برای دختر ثبت شده، یعنی این اسم رو فقط میشه روی دختر گذاشت. در صورتی که توی همه فرهنگ های نام و اسامی که بود، حالا توی اینترنت و جای دیگه، این اسم برای پسر، یعنی جنسیت این اسم رو پسر تعیین کرده بودن. که من زنگ زدم به کارشناسشون گفتم که این اتفاق افتاده، گفتن که امکانش وجود نداره اگر توی سایت دختر ثبت شده باشه، برای پسر امکانش وجود نداره. و من راه حل رو که پرسیدم گفتم بعد مکاتبه کنم از طریق همون سایت که قسمتی داخل سایت بود. درخواستم تایید شد، یک کد رهگیری به من دادن و موقع دریافت شناسنامه هم با کد ملی من و همسرم اون اسم تایید شد. یعنی فقط اون اسم برای کد ملی من و همسرم، یعنی فرزند من و همسرم، قابل استفاده بود و برای کسی دیگه همچنان غیر قابل استفاده است. ما دلمون می‌خواست اسم پسرمون رو بذاریم دایان،
ولی متاسفانه وقتی که برای شناسنامه مراجعه کرد همسرم گفتن که دایان نمیتونین بزنین چون دایان اسم دخترانه هستش. توی کردی دایان اسم دخترانه هست ولی توی ترکی دایان به معنی صبر اصلا اسم ترکی هستش. آخر سر نذاشتن ما اسمو بذاریم و پیشنهاد اسم خودمون البته قبلش فکر کرده بودیم به این ماجرا که ممکنه نذارن، برای همین قبلش ما کلمه دیان که کلمه عربی هستش رو انتخاب کرده بودیم و بعد از اینکه نتونستیم این اسمو بذاریم گذاشیم دیان. من هم یه تجربه مشابه داشتم برای نامگذاری دخترم. به هم اجازه داده نشد اسمی رو که انتخاب کرده بودم بذارم به خاطر اینکه گفتن این اسم توی کتابشون اسمی پسره. بعد برام تعیین کردن که گفتن این همه اسم هست، میخوای فاطمه بذار، زهرا بذار، اسمای قشنگ اسلامی بذار، و من گفتم که نمیخوام این اسما رو بذارم. آخر بعد از چند بار رفت آمد یه آقای اونجا به من گفتش که شناسنامه رو بذار اینجا، اسمی رو که میخوای به من بگو، من بعد از ظهر بیا فلان مغازه اونجا من بهت میدم. دیگه منم مجبور شدم یه مبلغ پول گذاشتم توی پاکت، بعد از ظهرش اونجا همسرم رفت از اونجا شناسنامه رو گرفتیم به اون اسمی که اجازه نداده بودن به همون که بذاریم. آره یه کتابچه‌ای هست اونجا، اگه اون اسامیتون کتابچه، حتی دختر و پسرش هم جدا کردن. وقتی دخترم به دنیا آمد اسم هیوا رو براش انتخاب کردم، گفتن که هیوا باید روی اسم پسر گذاشته بشه. فکر کنم یه ماهی دوندگی کردم تا بالاخره تونستم از رئیس کل سازمان یا معاونینش یادم نمیاد اون موقع قضیه برای 15 سال پیشه، یه نامه بگیرم تا بتونم اسم دخترم رو هیوا بذارم. اسم دخترم رو میخواستم بذارم هانی، ولی قبول نکردن، گفتن که باید یه چیز دیگه بذاری. به همین خاطر یه الفی براش اضافه کردم، شد هانیا. ممنونم از اینکه بیننده برنامه 60 دقیقه بودید و این برنامه رو تا آخر دیدید. باید یادآوری بکنم که میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو روی وبسایت BBC فارسی و همینطور روی کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. bbcpersian.com آدرس ماست. میتونید به صفحه ویژه کرونا بر در وبسایت ما هم مراجعه بکنید، تازه ترین خبرها و همینطور ویدیوهای آموزشی خصوصا بخشهای مربوط به برنامه 37 درجه رو در اونجا پیدا بکنید. سپاسگزارم از همراهی شما.